در جستجوی زن کامل هست و زن در جستجوی مرد کامل هست، در حالی که ازدواج هر دوی اینها را به کمال میرساند. خود جوانها گاهی اوقات مشکل آفرینی میکنند. خود جوان پولدار هست، پسر پولدار هست، دختر از خانواده خیلی فقیر. اینها از دید شخصیتی یا از دید شخصیت اجتماع به هم برابر نمیاد، ولی یا این طرف پافشاری داره یا اون طرف پافشاری داره. خودش یک مشکل آفرینی هست. خود را ببین، جامعه را ببین، موقعیت خانوادگی را مد نظر بگیر، بعد از انتخاب بکن. این هم یکی از موانع ازدواج هست. نه خیر یا او باشه یا هیچ کس، تو نمیشه، راهش نیست. یک راه که بند بود یک مسیر دیگر انتخاب کن. پشت و دروازه های بسته ایستاد نشو، برو دیگه دروازه دیگر در بزن. یا گاهی اوقات در حین خواستگاری، وقتی کسی خواستگاری میره، همه این چیزهای مزخرف اسلام با این در تضاد هست و اسلام نمیپذیره این چیزها را. نه، ما خود در یک دفعه باید چند بار برو بیایی. این رسمهای اشتباه را ما ایجاد کردیم. اسلام این چیزها را نمیپذیره. چند بار مایی تو آسان، قوم مایی چیز را نمیپذیره. زندگی ما بر اساس قوم خواهی نباشه. دین دین من خواهی نیست. دین دین والدین خواهی نیست. دین دین خسرخواهی و نامزد خواهی نیست. دین دین خداخواهی و محمد خواهی هست صلی الله علیه و سلم. چیزی که اونها بخواه، ما سر خود سخت میگیره. دیگه از موانع ازدواج سنگینی مهریه ها هست که سخت جوان ها شکایت داره از این. در 24 ساعت اگر پیام در واتساپ ما میاد، یکی از جوان ها یا دو یا سه یا چهار شکایتشون از این هست. مهریه یک نوع تحفه و هدیه به دختر هست. این پول نیست که دختر با این مبادله میشه، ولی ما این را من حیث یک مبادله تعیین کردیم، حیثیت یک مال را داره، مثل که مال باشه، از اون طرف دختر، این طرف پول. این مهریه نیست، این دختر فروشی هست. واضح بگویم این دختر فروشی هست. درست است که علما به حد اکثر ای که مهریه حد اکثر نداره، علما اتفاق دارن که مهریه حد اکثر نداره که بچه حد تعیین شود که ما تعیینش بکنیم. علما با اتفاق دارن، فقها. اما شما احادیث پیامبر اگر ببینیم، مطالعه بکنیم، اکثریت جاها در مهریه کم تشویق صورت شد گرفته. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میفرماید، میگه ان من خیر النساء ایسرهن صداقا. بهترین زنها او زنی هست که مهریهش کم باشه. این چی معنی داره؟ که مهریهش کم باشه. عمر بن خطاب رضی الله عنه میفرماید، دومین شاگرد ارشد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میفرماید، میگه در مهریه ها زیاده روی نکنن، به خاطر که پیامبر در هر ازدواجی که بوده، در هر عقد نکاحی که بوده، از 400 درهم بالاتر مهریه تعیین نکرده. ولی ما افتخار میدانیم که در فلان جا مهر 5 لک افغانی بود، ما دختر خود را 5 لک دادیم، 6 لک افغانی دادیم، 12 لک 13 لک کلدار دادیم، خوشحالم هستن. این یکی از موانع سخته که جوانها در دریاها غرق شدن به خاطر این مهریه هست. جوانها منحرف شدن به خاطر این مهریه هست. جوانها شهر خود را، ولایت خود را، کشور خود را ترک کردن به خاطر این مهریه زیاد هست. مهریه سنگین هست. عامل فساد خود ما هستیم. گاهی اوقات فساد که در جامعه شروع پیدا میکنه، عاملش موتو هستیم که مهریه را سنگین کردیم. موتو هستیم که ازدواج را کمک کردیم، زنا ارزان شده. جوان والله العظیم قسم زنگ میزنه که در ماه مبارک رمضان 3 دفعه زنا کرده. چی معنا داره؟ در این گناهش امو کسی که مهریه رو سنگین میکنه شریک هست. درست است پیشتر یادآوری کردیم که مهریه حدی اکثر نداره، کسی تواناییش داشته باشه بپردازه. اما این اگر یک رسم رسوم شوه، یک عنعنه شوه، یک مزخرفی در جامعه به وجود بیه، باز این مردود هست. بازی اسلام نمیپذیره که ما به این قانع باشیم، به این یقین داشته باشیم که برو پشت این گپا نکرده، علما حد اکثر تعیین نکرده، اما این زنا را که جوابش میده، این بیعفتی را که جوابش میده، این دختر فراری ها و بچه فراری ها را که جوابش میده، این که آبروهای خانواده ها به هم ریخت، خانواده ها از هم پاشیده شد، پاسخگوی یکی هست. من دیروز کتاب در مورد ازدواج میخواندم، به ده ها حدیث تشویق به این شده که باید مهریه ها ارزان باشه. گاهی اوقات مهریه یک زن حتی یک سوره قرآن کریم قرار گرفته. گاهی اوقات مهریه یک زن و یک دختر یک انگشتر قرار گرفته. ولی ما ایرا افتخار بر خود میبینیم که مهریه دختر خود را من اینقدر انتخاب کردم. اشتباه است. خیلی عواقب ناگوار داره. چی عواقب زشت خواهد داشت مهریه ها اگر سنگین باشه؟ یکی از عواقبش این است که جوانا اندیشه ازدواج از فکر خود دور کرده، چون که اصلا فکر نمیکنه که 5 لک افغانی در جیب ما باشه، همراه ما باشه، باز من ازدواج بکنم. او با خود یک تصور خیلی عجیب داره که 5 لک در یک زمان بودنش با من خیلی محال است. همین فکر در فکر خود میپرورانه، اصلا در مورد ازدواج خود فکر نمیکنند، ولی دیگه بخشا رو با زودتر فکر میکنن. وقتی که یک جای خالی شوه، باز دیگه جای او چیز رو پر میکنن، دیگه چیز او جای رو پر میکنن. وقتی کرسی های ازدواج بند باشه، دروازه های ازدواج بند باشه، دروازه های شیاطین باز هست، باز خیلی آسان هست، باز با یک کلیک، با یک مسیج تمام برنامه ها ریخته میشه. یه از عواقب شوم و بد مهریه های سنگین هست. دیگه ایشی است که روی آوردن به طرف زنا و مقدمات زنا، این از عواقب شوم مهریه های سنگین هست. بار به خدا کنه، دور از جوانهای پاک و با عفت، از داخل که جوانها زنگ میزنه در مورد نماز تهجد پرسان میکنه، در مورد فرایض نماز پرسان میکنه، در مورد معاملات پرسان میکنه. از کشورهای خارجی غیر اسلامی که جوانها، یک عدهش تمامش نمیگم، جوانهای خیلی مخلص متقی هم در کشورهای کفری وجود دارن، یعنی اکثریت گاه اوقات که زنگ میزنه، دیشب از من زنا صورت گرفت، چه قسم کنم؟ با خواهر من از من تو کار صورت گرفت، چه قسم کنم؟ مادر من مرا در بدل پول میگیره، مادر پول میگیره و مردم را میگیره که با من زنا بکنه. دختر میگه این گپ از کجا سر منشأ میگیره؟ عامل این کار کی هست؟ این کار کی از ریشه ای به پیش میبره؟ باور کنین که تنها دینداری دور از نماز خواندن نیست، دینداری تنها یک حج و 2 حج را به جا آوردن نیست. شاید بعضی کسا به این گپ خفه میشوه، خفه نشوید. از 2 رکعت نفل کرده که بخوانیم، از اینکه مهریه ها ارزان شوی ثوابش بیشتر هست، از اینکه یک حج نفلی را به جا بیاوریم، از اینکه یک ازدواج آسان گرفته شود، یک ازدواج لسته جمعی صورت بگیرد، تاجرها با هم یک جا شوند، یک ازدواج 50 نفر با 5 لک افغانی میشه. ازدواج 50 نفر در یک تالار با 5 لک افغانی، 8 لک افغانی. ولی ما میبینیم که در یک ازدواج بیش از 20 لک افغانی مصرف میشه، 2 میلیون افغانی. این تمامش، این مهریه های سنگین، این عواقب شومی را در پی داره. دیگر بدی هایی که در پی داره این هست که جوانها زیر فشار غرایز جنسی قرار میگیرن، عزلت‌گزین میشن، کنارگیر میشن، خاموش میشن، سکوت میکنن. پس پدر و مادر میگه که جوان که می در خانه در یک اتاق مخفی خود را گرفته، هیچ با ما گپ نمیزنه، تو راهش را بند کردی. اما کسی که مهریه ها را سنگین کرده، او راه ها را بند کرده. و یکی از عواقب شومی که در بین اکثریت جوان ها جریان داره، خود ارضایی و استمناع هست. توسط دست خود را ارضا میکنه، در حالی که در یک حدیث چنین انسان ملعون گفته شده: والذین هم لفروجهم حافظون انسانهای مؤمن واقعی و مخلص کسایی هستن که فرجهای خود را حفاظت میکنن. عامل چی هست؟ اون روز یک جای یک نوجوان 13 ساله در این مورد از من پرسان میکنه، 13 ساله در مورد این مسئله که حالا یاد کردم. اصلا از یاد کردن نیست که چیزا در مسجد یادآوری شود، ولی مجبور هستی. شاید من امروز در درس چیزهایی رو اشاره بکنم که شاید بخندین، ولی مجبور هستم که بگویم. تا کی سکوت، تا کی امیتو مردم با جهل زندگی بکنن؟ ولی امروز اکثریت جوانها به این کار مبتلا هستن، هم از دید طبی ضرر داره و هم از دید شرعی ضرر داره. برن دکترها پرسان کنه. او کسی که عادت به این کار داشته باشه، به این خود ارضایی و استمناع بلیت با دست داشته باشه، او باز نمیتونه که خانم خود را ارضا بکنه. برای او زود انزالی پیدا میشه، برای او مشکلات پیدا میشه، فکرش یک نوع اندوهگینی و غمگینی برش پیدا میشه، اعتماد به نفس خود را از دست میده، قوت بدنی خود را از دست میده، باز توفیق به عبادت پیدا کردن نمیتونه. گپی عادی نیست. این تمامش از عواقب شومی است که مهریه ها سنگین شده. ما یک برنامه را در ذهن خود داریم، یک تصویر در ذهن ما هست. خدا هم توفیق نصیب بکنه که یک 50 جوان را در آینده های نزدیک لیست بکنیم. 50 جوان یا 30 جوان ازدواجشان در یک تالار گرفته شد، خیلی ارزان، با خیلی یعنی ولیمه خیلی ارزان و خیلی سبک، نه سنگین، که در این مورد با هم همگام نباشیم کارها پیش نمیره. امروز جوان مهریه چند است؟ از خانم 12 لکلدار. در خواب خود 12 لکلدار را ندیده. او باز دویداری کار بکنه، برو کار بکنه، زحمت بکشه که 5 لک افغانی 6 لک افغانی مهریه و دختر خانم را پیدا بکنه. پنجم از عواقب سنگینی مهریه ها روابط نامشروع است. بخی عادی شده، حتی به اندازه عادی شده که زنگ میزنن ما رو من حیث خواهر خامنه هیچ برمان داره، من حیث برادر و خواهر زندگی میکنه. انشاءالله مشکل خونه خواهد شد جناب قاریس محترم. آیا میخواهیم که با خواهرمون کسی میتو رابطه برادرانه داشته باشه؟ برادرانه دیگه هیچ گپم نداشته باشه، فقط یک روابط برادرانه یا خواهرانه داشته باشه. پیامبر یک روز در جواب یک کسی که طلب زنا کرد که پیامبر اجازه بده، طلب اجازه زنا، که پیامبر اجازه بده که من زنا کنم، بلند نشد که برو خبیث بدبخت، نگفت برش، گفت آرام باش. گفت آیا میخواهی که از خانواده تو، از طبقه زنها کسی با اهل خانواده تو چین کار رو انجام بده؟ ولی آبروهای فامیل ها که امروز از بین رفت توسط این کارها هست، روابط نامشروع. این موبایل خیلی برنامه ها را برنامه ریزی میکنه. در جمعه گذشته هم گفتم براتون، خیلی برنامه ها را برنامه ریزی میکنه. با یک کلمه دوستت دارم بنیاد خانواده ها به هم میریزه. از عواقب مهریه های سنگین است، عواقب بعد مهریه های سنگین. ششم مانعی که راه ازدواج را میگیره و از باب مهریه های سنگین هست، عواقب شوم مهریه های سنگین هم به شمار میره، هم جنسگرایی و لواطت هست. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم میفرماید، میگه از چیزی که من خیلی ترس دارم بالای امت خود، در حدیث آمده، از این ترس دارم که امت ما به عمل قوم لوط مبتلا نشود، هم جنسگرایی، روابط پسر با پسر. ولی هم خیلی عادی شده، فیلم های پر و فیلم های مبتذل و فیلم های مزخرف. در جمعه گذشته شما جناب مفتی سب کاوش سخنرانی هاشو میشنید که یک مدیر مکتب آمده بود برای استاد شکایت کرده بود و جناب مفتی سب که در یک مموری کارت 2400 و چند فیلم پر و فیلم های مبتذل بود، نامش گرفتند اینجا درست 2000 و چند فیلم. حالا خیلی آسان شده مهریه ها را سنگین نکنن، ازدواج را آسان بکن. خیر است که یک 2 نفر 3 نفر 4 نفر براتان بد گفت، اما خدا ازتان راضی میشه. این موانع ازدواج جوان ها است. گاهی اوقات موانع شاید نباشه در یک جایی، اما گاهی خود جوانها در انتخاب اشتباه میکنند. بخش دوم گپ ما هست. شاید مانعی نباشه، مهرها هم ارزان باشه، هر دو طرف هم راضی باشه، هر دو خانواده، ولی گاهی اوقات انتخاب اشتباه می باشه. در انتخاب جوانها شکست میخورن یا خانواده ها شکست میخورن. انتخاب یکی از امور مهم زندگی جوانها است. یک بخش مهم زندگی جوانها را انتخابشان تشکیل میده. انتخاب همسر انتخاب یک موبایل نیست. انتخاب همسر انتخاب یک کورتی و جمپر نیست که پس تبادله شود، پس با قیمت بلندتر پس پیدا شود. انتخاب همسر، انتخاب شوهر، انتخاب زن، انتخاب خانم، انتخاب زندگی هست، انتخاب خوشبختی هست، انتخاب نسل متعهد و متدین هست. ولی گاهی اوقات شکست میخورن جوانها در این مسیر. گاهی اوقات جوانها زیر بار عواطف و احساسات قرار میگیرن. فکر میکنن که صرفا عشق و محبت معیار انتخاب هست. نخیر، صرفا عشق و محبت معیار انتخاب نیست، بلکه راه تعقل و تفکر رو در پیش میگیره. گاهی اوقات پیش میاد که والدین و خویشاوندا بدون توجه به علاقه دختر و پسر کار را انجام میدن. فقط جوانب مادی قضیه را مد نظر میگیرن. چرا این تو کردی؟ از خانواده خیلی پولدار هست، از خانواده خیلی ثروتمند هست، از خانواده خیلی با نفوذ هست. اخلاقش او قدر مهم نیست، انشالله او خوب میشه، او کارش پروا نداره، او را خدا میده، پولش هم خدا میده. و گاهی اوقات خود جوانها عجولانه تصمیم میگیرن. فقط با یک کلمه، با یک لایک، با یک مسنجر، با یک پیام، با یک بله انتخاب میکنن. با یک بله عجولانه تصمیم میگیرن. مشوره نمیکنه با بزرگان، با پدر، با مادر، با رفیق، با خویشاوند، با یک کسی دیگر، با یک کسی که فامیل را بشناسه مشوره نمیکنه. میگه نه باید امی باشه. اشتباه میکنه جوان. تو جوان هستی و کسایی که مسیر پدر تو یا برادر بزرگ تو یا خویشاوندای تو که از تو سن بزرگتر دارن، اون مسیر را اینها رفتن، اونها این مسیر را تجربه کردن، اونها با این مسیر قدم گذاشتن. تو را میگه که قدمت به کجا بگذار. عجولانه تصمیم نگی. گاهی اوقات جوان عجولانه تصمیم میگیره، پس از چند ماه آثار اشتباه رو میبینه که اوه متوجه گپ نبود. به اصطلاح ساده ما و شما غزنیچی ها یک چیز وجود داره، مگر در ابتدا انسان خوب گرم می باشه. در وقتی که گرم بودی تصمیم نگی. در باشگاه و ورزشگاه و کلب کسی گرم می باشه، نمیفهمه که چی دردها رو احساس میکنه که خارج شد، بازوجه میفهمه که چقدر درد داشته. یک مشوره کنه. ما ندم من استشاره و ما ندم من استخاره. کسی که مشوره کرده یا کسی که استخاره کرده او پشیمان نشده، هیچگاه پشیمان نمیشه، چون میگه که من مشوره کردم. عجولانه تصمیم نگیره. باید جوان او پدر تو یا مادر تو در ضد تو کار نمیکنه، ولی گاهی اوقات میشه که یک عده‌ای از پدرها و مادرها باز در ضد کار بکنن، میگن نه چیزی که من میخوام. یه اشتباه است. هر دو طرف، هم پدر و مادر و هم پسر و دختر، حد اعتدال، راه اعتدال را در پیش بگیره. دیشب یک جای نشستگی بودم، یک پدر و مادر از ازدواج فرزند خود یادآوری کردن. گفت ما برای فرزند خود تماس گرفتیم که در فلان جای ما یک دختر برات انتخاب کردیم، خیلی دختر متدین، با تقوا، مخلص هست. گفت پسر، گفت هر چی که شما میخواین. همین گپ خیلی خوشم آمد. هر چی که شما میخواین، این به این معنا نه که فرزند هر چی که پدر و مادر بخواهد درست است، اما احترامی که اونها به پدر و مادر خود داره و میفهمه که پدر و مادر ما در حق ما خیانت نمیکنه، خودش عجولانه تصمیم نگرفته. تصمیم خود به دو پدر و مادر، به دو شخص خیلی متعهد و خیلی مشفق واگذار کرده که اونا چی میخواهند. ولی وقت و زمانی که پسرها یا دخترها این کار را به شما واگذار کرد، شما هم راه اعتدال را در پیش بگیرید، شما هم باز با اینها خیانت نکنند، شما هم موافق میل، تنها موافق میل خود برخورد نکنند. گاهی اوقات بیشترم یادآوری کردیم که دختر و پسر تصویری از یک زن یا شوهر خیلی بالا را مد نظر میگیرن. گفتم تولد نشده، این کارم نکنه که ما یک کس را در تصور بکنیم دکتر باشه، باید درسش در دکترا باشه، زیباییش مانند یوسف باشه، اخلاقش مانند محمد باشه صلی الله علیه و سلم، قوتش مانند داوود علیه السلام باشه، پاشایش مثل سلیمان علیه السلام باشه. خیال است و محال است و جنون تو نمیشه. هر کسی یک کوتاهی خود را، یک ضعف خود را، یک نقطه ضعف داره. این بخشی صحبت‌های ما تمام شد. حالا ما یک پیام با مجردها، برادرای مجرد، برادرای متأهل، خواهرای مجرد و خواهرای متأهل. شما خود گفتین که خواهرها کجا میشنون؟ شاید بیش از صدها یا هزارها خواهر برنامه را بشنون یا شما برنامه را انتقال بدن که تو گپا گفته شد. برادرای مجرد این چیز را متوجه باشن که معیار انتخاب در اسلام چی هست. یک زن زمانی که انتخاب میشه چند چیز را شما مد نظر داشته باشید. مالدار باشه، از حسب نیکو باشه، نسب نیکو داشته باشه، زیبایی داشته باشه، این پیامبر گفته، و همچنان دیندار باشه. رسول الله در بین 4 خصوصیت صلی الله علیه و سلم دینداریش انتخاب کرده. به خاطر از اینکه تنها ملک و مال تو رو به سعادت خوشبختی نمیرسانه. گاهی اوقات همین مالداری و همین ملک و پولداری و ثروتمندی سبب آشوب و فخر فروشی میشه. گاهی اوقات همین مالداری جنجال برپا میکنه. تنها اگر انتخاب بر اساس مال باشه، اشتباه است. گاهی اوقات تنها اگر نسب و شهرت مد نظر باشه که فلان خیلی مشهور است و شهرت او تو رو به خوشبختی نمیرسانه. خیلی انسانهای مشهور هستن که در جامعه مشهور اما در خانواده زندگی درست ندارن. گاهی اوقات امی شهرت، امی نسب، امی حسب و نسب خود بزرگ پنداری ها را به وجود میاره. هر کس دختر اون طرف خود بزرگ میپنداره و پسر یک طرف خود بزرگ میپنداره. نه من هستم، میگه من هستم. هر دویتان ما میشین، هر دویتان شما میشین. و گاهی اوقات تنها زیبایی که بیشتر از همه عامل ناسازگاری اینمی هست که اکثریت جوانها فقط اینمی که زیبا باشه. برادر گرامی، مدت 1 ماه یا 2 ماه زیباییش برای جذاب می باشه. بعد از 2 ماه با اخلاقش زندگی میکنه. بعد از 2 ماه با تقوایش زندگی میکنه. بعد از 2 ماه با انسانیتش زندگی میکنه. بعد از تولد 2 طفل زیباییش از 100% به 80%، 70% پایین میره. هر دو طرف همی تو میشه. این تو نیست که همی زیبایی همیشه همی تو زیبا باشه. خزان داره هر زیبایی گل. یعنی تنها ملک و ثروت، تنها حسب و نسب و تنها زیبایی جسمی خوشبختی در پی نداره. اگر دینداری داشت، اگر هیچ چیزی 3 خصوصیت را نداشته باشه، تو خوشحال هستی، چرا که حقوق همدیگر را درک میکنن، یکی دیگر جایگاهی یکی دیگر را میشناسه، از یکی دیگر خیلی تقاضا نمی داشته باشن. پس معیار انتخابتان دینداری، اول فوکستان، تمرکزتان سر دینداری باشه. والله قسم که دیندار بود قلبتان آرام می باشه. اگر دیندار نباشه، خوب زیبا باشه، از خوب خانواده مشهور باشه، اخلاق که نداشته باشه، چی به درد میخوره؟ در خانه که داخلش یک سلام به تو نیندازه، چی به درد میخوره؟ اون روز یک شوهر زنگ زده بود که خانم اصلا نماز رو نمیشناسه، نماز نمیخونه. این چه زندگی هست؟ در خانواده‌ای که نماز نباشه، در خانواده‌ای که تقوا نباشه، در خانواده‌ای که دیانت و دینداری نباشه، فکر نکنن که اون خانواده رشد خود کرده است. هرگز رشد نمیکنه. رشد خانواده ها، اون خانواده رشد میکنه که اساس و بنیادش بر تقوا و دیانت باشه. انتخابشون بر حسب دینداری باشه. در جستجوی تو کس باشه. رسول ما صلی الله علیه و سلم میفرماید ایاکم و خضر الدمن. میگه از خضر الدمن بپرهیزین. صحابه سوال کردن که قالوا یا رسول الله و ما خضر الدمن؟ خضر الدمنش چی است رسول الله؟ گفت المرأة الحسناء فی المنبت السوء. گفت یک دختر زیبا در خانواده زشت. متوجه شده؟ این دیگه خبر رد من گفته میشه که یک کسی جای را انتخاب میکنه که یک دختر بی نهایت زیبا هست اما در خانواده نازیبا زندگی داره، در خانواده بی تقوا رشد کرده، از اون جایگاهی تو رو نمیفهمه. او کلمه‌های زیبا رو خیلی خوب یاد داره، کلمه‌های چرب و باهای سرخ صبر خیلی خوب برات نشان میده، اما در هفته اول زندگی، دوم زندگی باز میفهمه که زیبایی مهم نبوده، اخلاق مهم بوده. خود پیامبر الگوی انتخاب هست. از دید شخصیت اجتماعی اگر ببینیم خدیجه را انتخاب کرده، از دید زیرکی و علمیت عایشه را انتخاب کرده. حتی میگه خود نصف دینکم من هذه الحمیره، نصف دینتون از این حمیره بگیرن، از عایشه بگیرن. از دیدی که تحکیم روابط بین اقوام شود، رابطه ها محکم شود. ام حبیبه و ام سلمه را انتخاب کرده. از دید امر تشریعی زینب بنت جحش انتخاب کرده. از هر آدرس یک انتخاب خیلی زیبا داشته، هم شخصیت اجتماعی، هم زیرکی، هم علمیت، هم دینی، هم دیانت، هم فقاهت، هم تحکیم روابط. الگوی انتخاب رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم. در غیر از او دوستا و جوانای عزیز، جوانهای مجرد، برادرهای مجرد، اگر این معیارها را درست انتخاب نکنین، مد نظر نگیرین، باز روز فرا خود رسید که انگشت پشیمانی را زیر دندان خواهد گزید. باز مجبور است که دندان بگزین. این موبایل مکی است، در واتساپ در 24 ساعت شاید بیش از 400 پیام یا 380 یا 350 پیام، اکثریتش در مورد این مسائل است. اکثریتش در این مسائل. ما فکر کردم در ابتدا خیلی خوب بود ولی بعدش مچو چطور شد. در گذشته ها سوال میکردن، بعد از 20 سال مسئله طلاق پرسان میکردن، بعد از 10 سال آن در حین نامزادی مسئله طلاق پرسان میکنن که طلاق چه قسم میشه، چه قسم از هم جدا شویم، هم دختر هم پسر. چرا که انتخاب ها عجولانه می باشه، اشتباه می باشه، با فکر و با تعقل و تفکر نمی باشه. آل پیام به برادرای متعهل وقتی که ازدواج کردن بفهمن که خیر متاع الدنیا المرأة الصالحه، بهترین چیز در دنیا، بهترین نعمت یک خانم صالحه و مصلحه است که هم صالح باشه و هم مصلح باشه، هم خودش نیک باشه، هم نیک اندیش باشه، هم نیک برنامه باشه، هم نیک زندگی باشه، هم نیکو اندیش باشه. بهترین چیز شما در زندگی، بهترین نعمت شما در زندگی خانمتون هست. آغاز زندگیتان که شروع شد، آغاز کردن زندگی را، پرحرفی را از زندگیتان کم کنه. برادرای متأهل میگن بگو مگو را از زندگیتان کم کنه، جدال و دعوا را از زندگیتان دور کنه، بدگمانی ها را از زندگیتان حذف کنه، شک کردن را از زندگیتان دور کنه، افشای راز و مشکل سازی و زحمت افکنی را از زندگیتان حذف کنه که رازهای یک دیگر را افشا بکنه. این برادرای متأهل متوجه باشن، در علایق یک دیگر دخالت نکنن، در وظایف شخصی یک دیگر دخالت نکنن. وظایف خارج از خانه، امور مالی و اجتماعی مربوط مرد میشه، زنها نباید به دخالت بکنن. دکوریشن آشپزخانه و مهمانخانه مربوط زن میشه، دیگه دخالت نکن که توشک چرا ایتو شده، دیگه دخالت نکن. آشپزیش دخالت نکن. یکی از دانشمندای غرب میگه اگر کدام روز از یک خانم را آشپزیش را نقد میکنی، میگه این نقد را تحمل کردنش آنقدر برش سخت است که این را دوست نداره و این را دوست داره که در آشپزخانه خودکشی بکنه. او بعد از ظهر آمادگی نان خفتن تو را میگیره، صرف عشای تو را آمادگیش را میگیره، تو عشا در خانه داخل میشی، یه چیز را من دوست ندارم، چه قسم پخته شده. این تو فکر میکنی تمام خستگی های دنیا رو تو کشیدی و اصلا خسته نیست و اصلا راحت است. در خانواده ای که مادرها نباشه، محبت نباشه، صمیمیت نباشه، او خانواده کانون گرم محبت نخواد بود، بلکه او تنوری هست که محبت در او میسوزه، محبت را میسوزانه. پیشانی ترش نباشیم در خانه، عبوس نباشیم، اخمو نباشیم، که در خانه داخل شیم گویا تمامی مشکلات خانواده مشکلات تمام دنیا بالای شانه ما. این تو فکر میکنی که اصلا مشکل نداره. درد زایمان اگر تو متحمل شی باز برات معلوم میشه که مادر بودن چقدر سخت است. خونیست در موضوع. دردی را که متحمل شم که شب به خاطر طفل خود ده دفعه بیدار شیم، دردی از این را بفهمی، یک دفعه ما گریش تحمل، آرامش کو، حتی برای زو سیاست میکنیم. خب دست اون نیست. و گریه زو کنترل نداره که یک سویچ داشته باشه که خاموش شه و روشن شه و آن آف شه. کاش می با دست تو میبود که چقدر درد داره. و برادرای متأهل، جوانهای متأهل، ازدواج کردن پدر و مادرتان فراموش نکنن، که خود را نبازن. ایتو نشه که شما فکر کنید که در تمام زندگی فقط ازدواج کردن دیگه والدین شما دیگه در کارهای ما کار نداشته باشه. از خود ما شخصا در خانواده امی لحظم تمام عمرات خانواده به پدر مادر واگذار است، کجا اجازه کجا نه اجازه. حتی تمام گپا ایتو نیست که ما اوج خانسب باشم، اینجا کم بلندتر نشینید، در خانه ما طفل هستیم، ما فرزند هستیم. تا زمانی که پدر و مادر زنده هستند ریاست فامیل، عمرات تمام فامیل به پدر و مادر واگذار بکنن. اونها خوب میفهمن که چی باید شود. والدین فراموش نکنن. خانم میشه که دیگه گرفته شو، مادر دیگه نمیشه. پدر در زندگی فقط یک دفعه تکرار میشه، باز نمیاد. آیا میفهمین اگر پدر پسر خود را قتل بکنه قصاص نداره؟ حالا ضرور نیست که من در مورد جایگاه والدین برای شما صحبت بکنم. و همچنان برادرای متأهل یک چیز دیگر هم متوجه باشن، وقتی که همسر گرفتن تمام وجودتان باید همسرتان باشه، به دیگه کس دیگه دل مبند. ایتو فکر نکو که گاهی اوقات در ذهن کس ایتو فکر میشه که در خانواده با همسر خود زندگی داره، خارج از خانه تمام دخترها برش زیبا معلوم میشه. این چی گپه؟ تمامش یکی هست. فقط متوجه خانومت باش، دیگه جو دل مبند، خیانت با خانومت نکو. اکثریت اوقات از یه آدرس زنگ میره که در ضمن از اینکه من خانومش هستم ای با کس دیگه ارتباط داره، ای تو خانواده رشد نمیکنه. اگر ای تو خیانت را مرتکب شدی باز خانومتون در حق تو خیانت را مرتکب میشه، باز شکایت نکن. و برادرای متأهل زبانهای خود را با طلاق عادت نده، که هر جا رسیدیم طلاق عادی شده. کرد رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم سه چیز را بیان کرده که یکی از چیزها طلاق هست، که شوخیشم راست هست و راستش هست راست، یکش طلاق هست. اگر یک خانم تو بگه برو بچه‌م طلاق هستی، طلاق میشه. برو بچه‌م طلاق هست. پایت را اگر از دروازه او طرف گذاشتی طلاق هستی، طلاق میشه. عادی نیست، بایی ساعت تیری نکنی، این بازیچه اطفال نیست. اگر کسی به خانم خود ایتو بگوید که خانم عزیز دیگه کارت ندارم، آیا خبر داره که با می گفتن اگر نیت طلاق را هم داشته باشه طلاق باین واقع میشه؟ طلاق میشه. برای من حرام باشه اگر نیتت ای باشه، نیتت طلاق باشه، طلاق میشه. با این بازی نکنه. خانمای زنگ میزنن، خواهرای زنگ میزنن میگه مرا بیش از 100 بار گفته که طلاق هستی. تو با یک بیگانه زندگی میکنه، با یک اجنبی زندگی میکنه. خواهرای مجرد و خواهرای متأهل بازی در یک برنامه دیگر در موردش گپ میزنیم چون اینجا نیستن. یک برنامه‌ای که مختص به خواهرها بود ان شاءالله صحبت میکنیم. ولی چند چیز را شما متوجه باشین وقتی که ازدواج کردین، چند چیز فراموش نکنین. همین گپا را میزنیم، گپای جالبش از جوانا متوجه باشین. خنده نکنین. ازدواج که کردین، در ابتدای عروسیتان، در شب اول عروسیتان، زفافتان، ابتدا توبه کنین، استغفار کنین که خدا شما را ببخشه. روز یک کسی از من پرسان میکنه که من چی کنم که یک زندگی خوب داشته باشم، فرزندای خوب داشته باشم، هیچ حضور داره. گفتم قبل از اینکه ازدواج کنی، قبل از تولد اطفالت باید اطفالت تربیه کنی. یعنی چی؟ خودت تربیه کن. آغاز زندگیتون شد، امو شب دیگه با تمام گناه ها دیگه خداحافظی کنن، کفایت میکنه، بس است. توبه و استغفار. الدوم وقتی که به خانه داخل میشین بسم الله ولجنا و بسم الله خرجنا و علی الله ربنا توکلنا با خواندن بسم الله داخل شوید. دو رکعت نماز فراموشتان نشه. بر پیشانی همسرتان دستتان میگذارن دعا میکنن که خدای خیری رو به من برسون و از شر زمر در حفاظت نگه دار. خوشرویی داشته باشن، لطافت و مهربانی داشته باشن. و در ضمن وقتی که هم بستری اطفال نشستگی هستن خیلی ببخشن. شما خود فهمیدن یا نه خیر، اگه میفهم مشکلی نیست. در هم بستری رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میفرماید که مانند حیوان بالای خانمتان واقع نشین. بدون مقدمه، بدون تمهید و ابتدا، بدون بوسه و سخن و ملاعبه داخل نشین. سنت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم ملاعبه با همسر، ملاعبه بازی کردن با همسر را گفته میشه. این سنت پیامبر هست، اما ما طوری برخورد میکنیم. روانشناسا میگه بعضی از مردهای عادتشان است، میگه زمان هم بستر میشن که ضرورت به حمام پیدا بکنن، حمام میکنن بیا از اون بیا دیگه هم بستر شو. روانشناسا میگه نه خیر، حمام بکو بعد از هم بستر شو. این دین هم تایید میکنه، چون گاهی اوقات اکثریت مردها زود انزالی دارن، زود ارضا میشن. اون طرف خانم امو تو به حالت شهوت خود، غلبی شهوت باقی میمونه، چرا که ملاعبه نیست، امو سنت هایی که پیامبر گفته او رعایت نمیشه. گپا رو خیلی بیشتر نمیگیم که جوانا خواب گفت چی خوب گپا هست، این گپا رو بیشتر ادامه بده. ممنوعات مباشرت چی هست؟ چی چیزا ممنوع هست که نباید شود؟ در حالت حیض و نفاس نزدیک شدن حرام است. مرض ماهواره که بر اینها پیش میشه از 3 روز گرفته، 3 روز حد اقلش است، 10 روز حد اکثرش است. در این وقت حرام است نزدیک شدن به اینها. حتی در یک حدیث آمده اگر شاید ضعیف باشه، فقط کفر بما انزل علی محمد، کسی که در وقت حیض و نفاس با خانم خود نزدیک بشه به اون چیز کافر شده که بالای محمد نازل شده صلی الله علیه و سلم. اون روز یک کسی زنگ زد میگه خانمم به این کار راضی هست. این رضایت خانم مد نظر نیست، اسلام منع کرده. يسألونك عن المحيض قل فاعتزلوا النساء في المحيض. در قرآن گفت جزء دوم در وقت حیض از خانمتان دور باشین. هدفی است که هم بستر نشین، دیگه کارها مشکل نداره، دیگه چیزهایش مشکل نداره، فقط نزدیک شدن اجازه نیست، هم در وقت حیض هم در وقت نفاس. از راه دوبر، از راه عقب نزدیک شدن هم جواز نداره، لواطت هست. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میفرماید، حدیث را احمد روایت کرده، میگه خداوند به نظر رحمت به طرف کسی نظر نمیکنه که از راه عقب با همسر خود نزدیک میشه. کیفیت جما مشکل نداره که به چی کیفیت باشه، ولی راه کدام راه هست؟ راه تولد طفل، دو راه اجازه، دیگه راه هیچ راه اجازه نیست. یکی به کدام کیفیت مربوط خودت میشه. فاتو حرثکم ان شئتم، کسایی که عربی میفهمه کیف شئتم، هر قسمی که دلتون میخواد. و افشای اسرار آخرین گپ ما، افشای اسرار از زشتی های روابط زناشویی هست که شب هم بستر شد، روز رو به رفقای خود یادآوری کن که تو قصه شد. خصوصا به مجردها یا متأهلها این کار اشتباه است، این کار نباید شود. گپای ما تمام شد. یک گپی که باید یادآوری شود، در عروسی ها فخر فروشی نشود و در عروسی ها شادمانی کم کم وجود داشته باشه. شادمانی عروسی که است مردداری نیست، ها مردداری که ما کلگی خود غمگین بگیره، تمامشان خود غمگین بگیره، که عروسی چیز قصه هم نشه. عایشه صدیقه رضی الله عنها میگه ما یک روز یک عروس انصاری را یک جای میبردیم، عروس مرد انصاری یک جای میبردیم. پیامبر از من سوال کرد که آیا کدام وسایل بازی همراهتان هست یا خیر؟ وسایل بازی مانند دف، گفت نه نیست. گفت انصاری چطور خیلی دوست داره، این حدیث است، انصار چیزا رو خیلی دوست داره. بعضی گفت یک کنیزکی را پیدا کن که هم دف بزنه هم بخونه، حتی خواندنش براشون یاد بده که چی بخونه. حالا تو نشه که برم یک جای بگم فیروز قندوزی بیا بخیر که دیگه برنامه است. منظور ما هدف من نیست که باز افراط نکنم دیگه. او برای خانم ها اجازه هست که در یک جای مخفی، در یک جایی که صدایشون به مردان نرسه، دف زدن میتونه، خوشحالی کردن میتونه، هیچ پروا نداره. اما اینکه هیچ اشتباه است. اسلام تو نگفت، این پیامبر تایید کرده. ولی ما گاهی اوقات افراط میکنیم. ولی به یادتان باشه این معاملاتی که امروز در تالارها وجود داره، این بدحجابی های مزخرف، این راه پیامبر نیست، این مسیر شیطان هست. افراط دیگه نکنیم. و همچنان فخر فروشی، موسیقی و اسراف و خودآرایی و اختلاط زن و مرد، اسلام تایید نمیکنه. گپا زیاد است و وقت کم. وقتی تجارت نزدیک شده دکان‌ها دیگه صدا میکنن که بیا بخیر مرا باز کن. اعلان مسابقه ایر متوجه باشن. یک مسابقه در مورد امام ابو حنیفه رحمه الله برگزار شده، شاید خبر باشن، در بازار تابلوهای نصب شده. در مسابقه اشتراک کن، کسی که اول عمره میشه جایزهش عمره هست. ثبت نام شروع شده، هر روز میجه جریان داره از ساعت 8 الی 4 عصر. طبقه ذکور، طبقه ایناس در مدرسه عایشه صدیقه دوجه جریان داره، طبقه ایناس از ساعت 8 الی 4 عصر. و یک برنامه دیگه هم هست در مسجد سرکاری، مسجد امام ابو حنیفه رحمه الله، که فراموش نشه، برنامه اشتراک میکنیم ان شاء الله. هفته با رهبر انسانیت، لوحه تابلوش دیجه زدگی از در مسجد، شاید شما دیده باشین. هفته با رهبر انسانیت، 4 عالم از ولایت خود ما، شما مفتی سید محمد غوث کاوش، مفتی سید ابو مصباح طیب امیری، قاری سید نورالله عظام و بشیر احمد مبشر سخنرانی دارند در مورد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم. روز شنبه هفته آینده، تاریخ 29 قوس الی پنج شنبه، بعد از نماز عصر، مسجد سرکاری، مسجد امام حنیفه رحمه الله، دو مجلس هم اشتراک بکنیم، فراموش ما نشه و ان شاء الله در مسابقه هم اشتراک بکنن. و این برنامه پنجشنبه هر پنجشنبه تعقیب شو در می ساعت، فراموش ما نشه. در پنجشنبه بعدی یک دوست خود را دیگه حاضر بکنیم که بیان بخیر، اگر دوستشان داریم. اگر نداریم بس فقط در تالارها ببریمشان دیگه. اگر حق گفته باشم از جانب الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده، اگر نه حق گفته باشم سهم شیطان بوده. اگر کدام گپ خلاف مجلس گفته شده باشه، ما را به بزرگواریتون عفو بکنه. خطای لفظی، گفتاری یا علمی از ما اگر صورت گرفته باشه که انسان هست، میشه گاهی اوقات، ما را عفو بکنن. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. آمین. الحمد لله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لي ولنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد.